سرخط خبرها. سخنگوی طالبان حمله تیاره به سرنشین امریکایی را بر منطقه شیرپور تایید کردند. سونامی بیکاری. سازمان ملل می گوید 700 هزار شغل در افغانستان در یک سال گذشته از بین رفته است. خبر خوش به مردم افغانستان. با مجموعه خبری کانال جنرال انفو خوش آمدید. مشروع خبرها. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دوشنبه گفت که انفجار در نهم اسد در شیرپور کابل ناشی از حمله پهپاد امریکایی بود. او توضیح نداد که هدف این حمله کدام گروه بود، اما رویترز به نقل از مقام امریکایی میگوید که امریکا عملیات موفق را علیه یک هدف برجسته القاعده در افغانستان انجام داد. همزمان با این کاخ سفید اعلام کرده است که رئیس جمهور بایدن امشب درباره یک عملیات موفقانه ضد تروریستی سخنرانی میکند، یعنی رهبر القاعده در این عملیات کشته شده است. وزارت داخله طالبان انفجار شیرپور را ناشی از اصابت یک گلوله راکتی به یک خانه خالی در شیرپور اعلام کرده بود. طالبان حملات تیاره به سرنشین آمریکایی را محکوم کرده و آمریکا را به نقض اصول بین المللی و موافقتنامه دوحه متهم ساخته است. سونامی بیکاری. سازمان ملل می گوید 700 هزار شغل در افغانستان در یک سال گذشته از بین رفته است. رئیس سازمان توسعه ملل متحد در افغانستان می گوید که اقتصاد افغانستان پس از حاکمیت طالبان بیش از 700 هزار شغل را از دست داده و حدود 20% کوچکتر شده است. به گفته عبدالله الدرداری، افغانستان تا سال 2030 به 12 میلیون شغل برای کاهش 90% فقر و بیکاری چند سال گذشته نیاز دارد. او در پیام به شورای همکاری خلیج فارس از کشورهای این حوزه خواست باید توسعه و اشتغالزایی در افغانستان کمک کنند. الدرداری مدعی شد که اگر از برنامه های سازمان توسعه ملل متحد در افغانستان حمایت شود، قادر به ایجاد 2 میلیون شغل در 3 سال آینده خواهد بود. این سازمان میزان فقر در افغانستان را 90% تخمین می زند. به گفته الدرداری، وضعیت فقر پیش آمده، یعنی پیش از سقوط حکومت پیشین به علت کاهش کمک ها و همگیری کرونا، 70% بود و بازگشت طالبان وضعیت را بدتر کرده است. او گفت اقتصاد افغانستان به علت ناامنی و همگیری کووید 19 شدیداً آسیب پذیر شده است که تحولات جدید سیاسی هم به آن اضافه شده است. افغانستان اگر بخواهد میزان بیکاری موجود را به حد قبل، یعنی 2015 برگرداند، باید 12 میلیون شغل تا سال 2030 ایجاد کند. خبر خوش به مردم افغانستان. بشیر احمد قاسانی در صفحه رسمی فیسبوک خود گزارش می دهد. جنرال سرافراز علی، فرمانده قول اردوی کویته و 6 افسر نظامی پاکستان در اثر سقوط چرخبال حاملشان به تاریخ 10 اسفند سال روان که مفقود شده بودند جان باختند. این چرخبال از ساحه سرحد بلوچستان کویته روانه سرحد شهر کراچی جهت رساندن کمک های اضطراری به سیلاب زدگان اخیر شهر کراچی بود که دچار سانحه و مفقود شده است. گزارش های مهم تازه از جهان. اعلام حالت اضطرار در کشور تایوان. قوای مسلح تایوان برای جنگ با چین در حالت اضطراری قرار گرفت. این در حالی است که نانسی پیلوسی پیش از سفر به 4 کشور آسیایی در بهبوی گمانه‌زنی های شدید مبنی بر این که ممکن است با سفر به تایوان خشم پکن را برانگیزد وارد سنگاپور شود. نشریه میرول نوشت تایوان در حال آماده شدن برای جنگ، زیرا افسران را از مرخصی فراخوانده و نیروها بسیج شده است. بنابر گزارش ها، وزارت دفاع ملی تایوان مرخصی برخی از افسران و سربازان را لغو کرده و به قوای دافع هوا برای آماده شدن برای جنگ اطلاع داده است. این در حالی است که نانسی پیلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، قرار بود روز دوشنبه سفر خود را به 4 کشور آسیایی در سنگاپور آغاز کند. در میان پیشیبانی های شدید مبنی بر اینکه او ممکن است با بازدید از تایوان خشم پکن را برمی‌انگیزد. چین هشدار داد که اردوی این کشور در صورت سفر پیلوسی به تایوان هرگز بیکار نمی‌شیند.
در میان مشورت های گسترده در مورد اینکه آیا او در تایوان توقف خواهد کرد، دفتر سیاسی روز یک شنبه گفت که او رهبری یک هیئت کنگره منطقه را بر عهده دارد که شامل بازدیدهایی از سنگاپور، مالزی، کره جنوبی و ژاپن است و اشاره به تایوان نکرده است. بلینکن: کره شمالی برای آزمایش هسته‌ای جدید آماده می شود. وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد که کره شمالی در حال آماده شدن برای انجام آزمایش هسته‌ای جدید می باشد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد که کره شمالی در حال آماده شدن برای انجام آزمایش هسته‌ای جدید می باشد. این دیپلمات آمریکایی در کنفرانس با کشورها در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت کره شمالی با گسترش برنامه هسته‌ای غیرقانونی و تحریکات خود علیه منطقه ادامه می دهد. ما امروز جلسه داریم و پیونگ یانگ برای انجام هفتمین آزمایش هسته‌ای خود آماده می شود. روز دوشنبه اعضای مائده من گشت گسترش سلاح‌های هسته‌ای. علاوه بر این بلینکن استدلال کرده است که تهران قادر نیست یا نمی خواهد با توافق درباره برنامه هسته‌ای موافقت کند. ایران همچنان در مسیر تغییر تنش هسته‌ای قرار دارد. علیرغم حمایت علنی از بازگشت متقابل به برنامه جامع اقدام مشترک برجام، ایران از ماه مارچ یا آماده نبوده یا تمایل برای پذیرش توافقی که دقیقاً برای دستیابی به این هدف طراحی شده است نبوده است. وی گفت بازگشت به برجام بهترین گزینه برای توسعه رویدادها برای آمریکا، ایران و کل جهان است. گفتنی است که برجام در سال 2015 به منظور غلبه بر بحران توسعه از سین کشور توسط 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان، یعنی گروه 5 علاوه 1، با ایران امضا شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی ایالات متحده در سال 2018 تصمیم گرفت از این توافق خارج شود. جو بایدن رئیس کنونی دولت آمریکا بارها آمادگی خود را برای بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای با تهران اعلام کرده است. روسیه، انگلیس، آلمان، چین، آمریکا و فرانسه از اپریل سال گذشته در ون در حال مذاکره با ایران برای بازگرداندن برجام به شکل اولیه آن است. دختر 16 ساله جوان از چنگ کوسه ماهی نجات داده شد. دختر 16 ساله به نام نادیا هیکس جوان شناگر را از دست کوسه ماهی که او را به دندان گرفت نجات داد. دختر به نام نادیا هیکس در ایالات متحده آمریکا، یعنی باشنده ایالات متحده آمریکا، مرد را که در مقابل چشمانش کوسه ماهی آن را گاز گرفته بود، قهرمانانه این مرد را از مرگ حتمی نجات داد. این حادثه در ساحل جکسونی ویل فلوریدا رخ داد. همان طوره که دختر گفت، او سولر یک تخته موج سواری بود و در حال شنا از کنار یکی از شناوران عبور میکرد که ناگهان به زیر آب رفت و شروع به تکان دادن دستانش کرد و فریاد کشید. وی گفت هیچ کس در اطراف من نبود و باید فوراً کار انجام میشد. وقت زیادی برای فکر کردن به آن نداشتم. او با کوسه ماهی در آب دست و پنجه نرم میکرد و من واقعا نمیخواستم ببینم اگر کمک نکنم چی اتفاق میافتد. دختر به سمت مرش نا کرد، او را به تخته خود تکیه داد و به او کمک کرد تا به ساحل برسد، جایی که نجات دهندگان با آنها روبرو شدند. وی گفت مجروح زخم بزرگ روی پای خود داشت و به شدت میلنگید که عاجل به شفاخانه منتقل شد. پیش از این گزارش شده بود که مکس هاینز 16 ساله اهل ایالات متحده آمریکا موفق شد با کوسه ماهی که به او حمله کرده بود مبارزه کند. این حادثه در سواحل لانگ آیلند در نیویورک رخ داده بود. تشکر که تا این دم با ما بودید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما باشد.